بیش از 3000 ملوان و تفنگدار دریایی ایالات متحده از گروه ناو هواپیما و هلیکوپتر بر باتان و یگان اعزامی دریایی 26 هفته جاری وارد آبهای خاورمیانه شدند. پنتاگون ماه گذشته اعلام کرده بود که علاوه بر نیروی نظامی جت‌های جنگنده F-35 و F-16 بیشتری را به خاورمیانه می‌فرستد تا با توجه به توقیف و آزار کشتی‌های تجاری توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، آزادی آبراه‌های کلیدی منطقه را زیر نظر گرفته و تضمین کند. تهران پس از توقف یک نفتکش تجاری در ماه گذشته اعلام کرد که حکمی از دادگاه جمهوری اسلامی برای توقف این نفتکش در آبهای خلیج فارس دارد و همان ماه نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که برای جلوگیری از توقف دو نفتکش تجاری توسط ایران در خلیج عمان مداخله کرده است. برخی از گزارش‌های رسانه‌ای به نقل از مقامات نظامی آمریکا می‌گویند که پنتاگون در حال آموزش برخی تفنگداران دریایی در خاورمیانه برای استقرار در کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های عبوری در خلیج فارس و تنگه هرمز است. اما همین مقامات می‌گویند که در نهایت حضور نظامیان آمریکایی در کشتی‌های تجاری بستگی به درخواست کشور و یا شرکت صاحب نفتکش دارد. وزارت دفاع آمریکا این گزارشات را نه تایید و نه تکذیب کرده است. من در حال حاضر در مورد اینکه ملوانان یا تفنگداران دریایی ما در کشتی‌های تجاری مستقر شدند خبری برای به اشتراک گذاشتن ندارم. اما ما همچنان شاهد اخلال ایران یا سپاه پاسداران در جریان آزاد تجارت در منطقه هستیم. به همین دلیل است که وزیر دفاع تصمیم گرفت تا توانایی‌ها و نیروهای بیشتری را در منطقه مستقر کند تا مانع از ادامه فعالیت سپاه در منطقه تنگه هرمز شود. از سال 2019 جمهوری اسلامی بارها برای کشتی‌ها در آب‌های استراتژیک خلیج فارس مزاحمت ایجاد کرده است. با خروج آمریکا از برجام و عدم التزام تهران به مفاد محدود کننده آن، روابط جمهوری اسلامی ایران با غرب بیش از پیش رو به وخامت گذاشته و واشنگتن و متحدانش را ملزم به یافتن راه‌هایی برای تنزدایی و راهی برای احیای نوعی محدودیت‌های هسته‌ای کرده است. فرهاد فولادی، صدا آمریکا.